سلام دوستان، تصور کنید اگر شخصی بیاید و به شما بگوید که از طرف خالق یا خالقین جهان و انسانها حامل پیامی برای انسانها است. عکس العمل شما چه خواهد بود؟ آیا ردش میکنید یا او را قبول خواهید کرد؟ حقیقت این است که این اتفاق افتاده است و شخصی که خود را مسیح مینامد ادعا میکند که حامل پیامی برای انسانها است و او میگوید که جهان به زودی شاهد بازگشت خدایان خواهد بود. گفته‌های او در این چند کلمه خلاصه نمی‌شود و ما در این ویدیو به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت. اما برای درک بهتر این موضوع باید در تاریخ به عقب بازگردیم و تاریخ را با همدیگر با دقت بیشتری مرور بکنیم. اسرائیل به این قوم دستور داد که در زمان سرگردانی در بیابان خیمه‌گاه یا چادری به نام میشیگان تهیه کنند. در این چادر صندوقچه عهد قرار داشت و در واقع ارتباط خدای بنی اسرائیل با این قوم از طریق این صندوقچه انجام می‌شد و قوم بنی اسرائیل در هنگام حرکت این چادر را با خود از محلی به محل دیگر حمل می‌کردند. داوود پسر ایشا از فرزندان یهودا و از طایفه بنی اسرائیل بود که در بیت لحم زاده شد. او به گفته خدای بنی اسرائیل باید معبدی برای او در اورشلیم می‌ساخت، اما این معبد توسط پسر داوود یعنی سلیمان بنا شد که هیکل سلیمان یا معبد مقدس نامیده می‌شود. سلیمان در سال 4 سلطنت خود بنای هیکل را شروع نمود. ساخت معبد نه توسط فقط انسان‌ها و بلکه توسط جن‌هایی که سلیمان بر آنها حاکم شده بود انجام شد. تا اینکه ساخت این معبد در تاریخ 826 پیش از میلاد مقارن با 11 سال سلطنت سلیمان به پایان رسید. معبد دارای اتاقی اندرونی به نام قدس القداس بود که صندوق عهد و 10 فرمان در آن قرار داشت. 30 سال بعد از تکمیل بنا، شیشق پادشاه مصری در رهبعام پسر سلیمان حمله برد و اموال داخل معبد را غارت کرد. سپس در سال 422 پیش از میلاد، زمان حکمرانی صدقیه سلطان، نبوکدنصر یا همان بختورنصر به اورشلیم حمله کرده و بنای هیکل را به تمامی ویران ساخت و سپس یهودیان را به بابل به اسارت برد. هرچند در کتاب دوم باروخ چنین آمده است که این بختورنصر نبود که در زمان حمله به اورشلیم معبد را ویران کرد، بلکه خدا فرشتگان خود را فرستاد و دیوارهای معبد را فرو ریخته و وسایل آن را که صندوقچه عهد شامل آنها بود در جایی پنهان کردند. به باور یهودیان دیوار ندبه از آخرین باقی مانده های معبد سلیمان است. یهودیان همچنان در بند بختورنصر بودند تا زمان پادشاهی کوروش، پادشاه پارس. کوروش در سال اول پادشاهی خود دستور حمله به بابل را داد و پس از فتح بابل قوم بنی اسرائیل آزاد کرد که به اورشلیم برگردند و به تمامی امپراتوری خود اعلام کرد و آن را نیز نوشت که سخن کوروش پادشاه پارس این است: خداوند آسمان ها تمامی پادشاهی های زمین را به من داده است. او به من دستور داده است که برای او خانه‌ای در اورشلیم بسازم که در یهودا است. پس معبد دوم در سال 516 قبل از میلاد مسیح به دستور کوروش و به کمک منابع مالی این امپراتوری در محل معبد اول ساخته شد. آنچه که مورد اهمیت است، در کتاب مقدس یهودیان سالها پیش از پادشاهی کوروش از کوروش به نام نجات دهنده قوم بنی اسرائیل و برگزیده خدا یاد شده بود. تیتوس امپراتور روم در سال 70 میلادی اورشلیم را تسخیر کرد و برای تنبیه یهودیان معبد آنان را نابود نمود. در قرن اول میلادی اورشلیم به زادگاه دین جدید مسیحیت تبدیل شد و یهودیان و یونانیان زیادی شروع به مسیحی شدن کردند. اورشلیم بعد از خرابی معبد دوم در طی تاریخ و در مسیر ساخت و سازها و ویرانی‌های متعدد به عمق 40 تا 70 متر در زیر انبوهی خاک و سنگ مدفون شده و امروز فقط قسمتی کوچکی از آن شهر قدیمی بر جای مانده است. معبد سلیمان که بر روی تپه مقدس یا همان تپه موریا بنا شده بود در بلندترین نقطه شهر قرار داشت، اما امروز سطح معبد با سطح شهر تقریبا یکسان شده است. مسجد الاقصی یکی از مقدس‌ترین اماکن اسلامی و اولین قبلگاه مسلمانان است. هیکل سلیمان بر روی تپه موریا قرار داشته است و این تپه همان است که همکنون مسجد الاقصی بر روی آن قرار دارد.
قبل از ورود سپاه مسلمانان به اورشلیم در محل معبد دوم که در سال 70 میلادی توسط تیتوس ویران شده بود، کلیسایی وجود داشت که توسط جوستین امپراتور روم شرقی به نام مریم مقدس بنا شده بود. در سال 636 میلادی برابر با 15 هجری بود که خلیفه دوم این شهر را فتح کرد و این کلیسا به تصرف مسلمانان درآمد. سپس عبدالملک ابن مروان در سال 74 هجری قمری کلیسای مریم مقدس را تبدیل به مسجدی نمود. البته ساخت آن در دوران حکومت فرزندش ولید ابن عبدالملک در سال 86 هجری قمری به پایان رسید. نکته قابل توجه این است که در این تاریخ برای نخستین بار است که این مکان را مسجد الاقصا نام نهادند. بعدها حاکمان اسلامی در هر دوره به تعمیر و مرمت مسجد پرداختند و به این ترتیب معماری آن به تدریج ظاهری چون مساجد امروزی پیدا کرد. همانطور که دیدید این مسجد که امروز اهمیت زیادی دارد دقیقا در جایی بنا شد که دو معبد قبلی بنا شده بود. معابدی که هر دو به دستور خدا ساخته شده بود توسط سلیمان نبی پسر داوود و کوروش بزرگ. مهمترین دلیل اهمیت داشتن این مسجد برای مسلمانان برگرفته از تاریخ شاید نمازگذاردن پیامبر اسلام به سمت این مکان و همچنین به معراج رفتن او از این مکان باشد. 17 رمضان سالگرد معراج پیامبر اسلام است که در اولین آیه سوره اسراء و آیات 8 تا 18 سوره نجم میتوان اشاراتی را درباره معراج مشاهده کرد. جبرئیل، میکائیل و اسرافیل به منظور سفر او به آسمان مرکبی مرسوم به براق یا همان اسب تیزرو در شهر مکه برای او آوردند. سپس از مسجد الحرام در مکه تا اورشلیم یا همان بیت المقدس امروزی را با براق پرواز کرده و در این خلال از کوه طور و بیت لحم هم بازدید کردند. و سپس پیامبر اسلام در این مکان با داوود، سلیمان، موسی و عیسی مسیح ملاقات می کند. البته در بعضی از منابع آمده است که ایشان با موسی بر روی کوه طور دیدار کردند، یعنی دقیقا همان جایی که موسی با یهوه دیدار کرده بود. و سپس از اورشلیم به آسمان هفتم عروج کرده و در بازگشت از این سفر در اورشلیم فرود آمدند و باز هم سوار بر براق از مسیر هوایی راه مکه را در پی گرفتند که تمام این ماجرا در یک نیمه شب اتفاق افتاد. اما همانطور که گفتیم برگرفته از مستندات تاریخی، ساخت این مسجد در سال 74 هجری قمری آغاز و 86 هجری قمری به پایان رسید. از آنجایی که مبدا تاریخ اسلام هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه است و از آنجایی که ایشان در سال 11 هجری قمری از دنیا رفتند و حتی بنا کننده این مسجد یعنی عبدالملک ابن مروان در سال 26 هجری قمری به دنیا آمد، یعنی 15 سال بعد از وفات پیامبر اسلام، می توان نتیجه گرفت که در زمان پیامبر اسلام هنوز مسجد الاقصی ساخته نشده بود و 75 سال بعد از وفات ایشان بود که این مسجد احداث شد، یعنی سال 86 هجری قمری. اما او چرا باید از این مکان به معراج برود؟ مارسل وارینهون یک روزنامه نگار ورزشی برای مجله اتومبیل رانی اوتوپاپ بود. او در سن 27 سالگی و در صبح روز 13 دسامبر سال 1973 ملاقات مهیجی با یک فرازمینی بر فراز کوهی آتشفشانی به نام پود سنسی در فرانسه داشت. این موجود فرازمینی توضیح کامل و با جزئیات دقیق از منشأ آفرینش ما و اطلاعاتی در مورد چگونگی سازماندهی آینده بشریت به او می‌دهد. به گفته او در هنگام ملاقات یک فرازمینی از یک یوفو که به آرامی از آسمان به زمین می آمد بیرون آمد. او می گوید که این بیگانه از وی خواسته که پیامی را به مردم زمین منتقل کند. بعد پیامی را که به گفته خودش به او محول شده بود در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد و ما اون برنامه رو به زبان پارسی برای شما عزیزان دوبله کردیم و لینک اون برنامه رو در قسمت توضیحات برای شما قرار دادیم. من پیشنهاد میکنم که برای یه درک بهتر ادامه ویدیو، ابتدا اون ویدیو رو که ما دوبله کردیم تماشا کنید، سپس برگردید و ادامه این ویدیو رو تماشا کنید. پس الان بر روی دکمه استوب فشار بدید
و برید بیارید دیگه. چرا واسطی برو دیگه. او میگوید که فرازمینی ها از سیاره دیگری با 25 هزار سال پیشرفت علمی تمام زندگی را بر روی زمین از طریق دستکاری دی ان ای به وجود آوردند. او همچنین میگوید که این موجودات فرازمینی در ابتدا به نام الوهیم یا کسانی که از آسمان آمدند خوانده میشدند. به گفته ای وی حدود 40 پیامبر در تاریخ زمین توسط الوهیم فرستاده شده است، اما پیام های آنها توسط انسان تحریف شده است. او میگوید که کتاب مقدس اصلی به زبان عبری نوشته شده است، اما ما ببینیم که قدیمی ترین کتاب مقدس شناخته شده موجود حدود 200 سال بعد از میلاد مسیح و به زبان یونانی نوشته شده است که در کتابخانه واتیکان نگهداری می شود. او میگوید که آنها با هدف ساختن سفارتی برای الوهیم در سرزمین مقدس وی را مأمور اطلاع رسانی به انسانها کردند. وی اصرار داشت که اسرار خاصی از متون مقدس برایش توضیح داده شده است. وی میگوید که در 7 اکتبر 1975 طی یک ملاقات با فرازمینی ها آنها او را برای ملاقات با بودا، موسی، عیسی مسیح و پیامبر اسلام به سیاره دیگری بردند. وی اصرار داشت که کتاب دومش به نام فرازمینی ها مرا به سیاره خود بردن مربوط تعلیمی است که از این افراد در این سفر دریافت کرده است. او همچنین در این کتاب موجوداتی صلح آمیز را توصیف می کند که عاری از پول، بیماری و جنگ بودند. در سال 1974 بود که او تصمیم گرفت از شغل خود مجله آوتو پاپ کناری گیری کند و در دسامبر همان سال آخرین شماره را منتشر کرد. سپس او خود را به وظیفه‌ای که به وی توسط پدر بیولوژیکی خود یعنی یک فرازمینی به نام الوهیم به وی محول شده بود اختصاص داد. اندکی پس از نخستین کنفرانس عمومی او مادش را تأسیس کرد و نام خود را به رائل تغییر داد. او اکنون پیروان زیادی در سراسر دنیا دارد که جنبش بین المللی رائلیون نامیده می شوند. اما منظور او از سفارت برای الوهیم چیست؟ رائل در یک پیام ویدیویی خود را مسیح نامید که از طرف خالقان ما انسانها برگزیده شده است و گفت که باید تا سال 2035 این سفارت در جایی که معبد سلیمان قرار داشت بنا شود. و پس از پایان ساخت این معبد الوهیم به زمین خواهند آمد. رائل از آفرینش انسان میگوید دقیقاً شبیه به آنچه که در کتیبه‌های سومریان آمده است میباشد. در کتیبه‌های سومریان که در قرن 19 در ویرانه‌های باستانی شهر نینوای امروزی کشف شدن آمده است که گروهی از سیاره به نام نیبرو به زمین آمدند و انسان‌های اولیه را با دستکاری ژنتیکی تکامل دادند. و این گفته‌ها دقیقاً مشابه گفته فرازمینی‌ها به رائل درباره تکامل انسان‌ها میباشد. همانطور که دیدید به گفته رائل فرازمینی‌ها خود را به او الوهیم معرفی کردند و می‌بینیم که در کتاب مقدس مسیحیان الوهیم نام خدا یا همان کسی است که جهان و آدم را آفرید. و البته در بعضی از قسمت‌ها نام الوهیم به جمع اشاره دارد. برای مثال در کتاب مقدس در پیدایش آمده است که بگذارید آدم را به شکل و شباهت خودمان بسازیم. اما نکته‌ای که باید به آن دقت کرد این است که به گفته رائل او در سال 1973 با فرازمینی‌ها ملاقات کرد و می‌بینیم که زکریا سچین یافته‌هایش از کتیبه‌های سومریان را در سال 1976 یعنی 3 سال بعد از ملاقات رائل با فرازمینی‌ها کشف کرد. آیا فاصله کم بین این دو میتواند معنای خاصی داشته باشد؟ تا سال 2035 زمان زیادی باقی نیست. آیا معبد سوم تا آن زمان ساخته میشود یا؟ رائل امروزه پیروان زیادی دارد که برای ساخت معبد سوم تا قبل از سال 2035 در تلاشند. اگر گفته‌های او حقیقت داشته باشد این بدان معنا است که ما در دوران بسیار مهمی هستیم. به گفته او یا معبد ساخته می شود و آنها خواهند آمد و یا ساخته نخواهد شد و دیگر دلیلی برای وجود این قوم نیست و این یعنی به جای معبد سوم نبرد سوم است. حقیقت این است که ما انسان ها خسته ایم از جنگ، بدی، ظلم و ستم. فقط جهانی را تصور کن پر از لبخند و آزادی. سپاسگزارم دوستان که با من همراه بودید. اگر ما را هنوز سابسکرایب نکردید برای دریافت ویدیوهای بعدی از ما در ویدیو سابسکرایب بکنید.